معترضان ساعت اولیه صبح امروز در مقابل کنسولگری ایران تجمع کردند. شاهدان عینی میگویند اعتراض کننده ها از همان ابتدا اعتراضشان به خشونت انجامید. بر اثر فیر پلیس یک غیرنظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. معترضان میگویند مسئولان کنسولگری ایران پولی را که به عنوان ضمانت هنگام صدور ویزا از آنها گرفته است دوباره به وقت معینش پرداخت نکرده. آنها همچنان از وجود اخاذی ها و مراعات نشدن نوبت در صف ویزا به شدت ناراحتند. 6 روز ما دم بالا حتی قد میکشیم، میگن 200 بار پول مار میگیر، زن ما بچه ما پریشان و سه ازی میگیر، تو پول مار میگیر پرک میزن نفره میدن نلی سردلی میگیره، چی گناه؟ یک ما میشه میده میایم سر صف میسکیم، یک میای پول ما میگه 3000 بده تور جلو بندازیم، 3000 بده تور جلو بندازیم پولاتور بسونیم، ولی ما کجا برن 3000 بره بدیم؟ لو بعد اینجا پول خوری 3000 میگه بدی تور جلو میندازم اینا دی برو گمش. ما نمیخاطر مزاره گیر. قرار بود که برگشتشون 2 ماه باشه. الان هلک 6 ماه که اومده. پولشون نمیدن. گفته میشود این معترضان قبلا نیز برای حل مشکلشون به شورای ولایتی مراجعه کرده بودند. بیش از یک هفته به این طرف چند دفعه اینا مراجعه کردن به شورای ولایتی. ما درخواست از اینا را رسما به وزارت خارجه، یعنی نمایندگی وزارت خارجه و مقام ولایتی را ارسال کردیم که باید یک پاسخ برای از این دوستا داده بشه. امروز که چی شده، چه اتفاق افتاده، ما با هر نوع خشونت از این قبیل مخالفیم، اما باید پیش از این که به همچون موارد ما دچار بشیم پاسخ مردم ارائه بکنیم. معترضان گفتند که کنسولگری ایران در هرات از آنها در بدل صدور ویزای سفر به ایران 300 یورو پول به عنوان ضمانت دریافت کردند و حالا از پس دادن آن خودداری می کنند. با این حال سید هادی غفوری مسئول مطبوعاتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات به خبرگزاری فارس گفته که طرح پرداخت پول ضمانت کارگران افغان بازگشتی از ایران مطابق برنامه ادامه دارد و روزانه سرکنسولگری پذیرای 100 تن برای انجام این امر است. با اینکه نیروهای امنیتی ابتدا تلاش کرده تا با استفاده از موترهای اطفائیه معترضان را پراکنده بسازند، اما این حرکتشان جواب نداد تا بالاخره با فیر هوایی اعتراض کننده ها را از محل دور ساختند. نیروهای امنیتی پس از آن وارد عمل شدند که معترضان خسارات زیاد مالی را به کنسولگری ایران و دکانهای جنوب سرک رساندند. شماره را به آتش کشیده و شیشه ها را شکستاندند. یک تعداد دکانا را در دادن، میخواستن بالای سفارت داخل کنسولگری شود، کنسولگری را حریق بکنند، اموال مردم را چور بکنند. متاسفانه که بعضی از اینا مسلمان بودند. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواهد که از خشونت جلوگیری بکنه، در اینجا برخورد فیزیکی صورت میگیره که یک تعداد پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشته که زخمی میشه، تا هنوز معلوم نیست که چه قسم از طرف یکی کشته و زخمی شده. اعتراض کنندگان ادعا دارند که در این تظاهرات 2 تن کشته و 6 تن زخمی شدند، اما مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند 4 زخمی بر اثر اعتراض خشونت‌آمیز امروز به شفاخانه منتقل شدند. گفته میشود بر اثر سنگ اندازی معترضان شماری از نیروهای امنیتی نیز زخم برداشتند. پلیس هرات میگوید در بین اعتراض کننده ها شماری از افراد مسلح غیر مسئول هم حضور داشتند. طرح ارائه ویزای کار توسط ایران به کارگران افغان از 2 سال پیش آغاز شده و در این طرح افراد با پرداخت $400 وجه نقد به بانک ایرانی افغانی به عنوان ضمانت ویزای کار 1 ساله با پاسپورت افغانستان دریافت می کنند.